سلام دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و افتخار دارم که امروز در اولین برنامه زنده خودم در کانال محبت خدمت شما عزیزان باشم. اسم برنامه‌مون هست مسیحیت امروز و خیلی خیلی ذوق زده هستم که به خاطر این شرایط سخت دوران کرونا که همه خونه نشین شدیم، نه به خاطر شرایط سخت کرونا ذوق زده نیستم، به خاطر اینکه تو این شرایط سخت داریم با یک سری برنامه‌های جدید، خلاقیت‌های جدید، ایده‌های جدید از این روزهای سخت، از فرصت‌های این روزهای سخت استفاده می‌کنیم که در خدمت شما باشیم، مهمون خونه‌های شما باشیم، منابعی رو در خدمتتون بذاریم برای بنای کلیسا، برای تشویق شما در زندگی ایمانی مسیحی. خلاصه منم دارم یک سهمی رو اینجا از خودم ارائه میدم در کانال محبت برای تعالیم مسیحی. میدونم که این روزها عزیزان زیادی به این خانواده تیم کانال محبت اضافه شدن و دارن برنامه‌های زنده از خونه هاشون خدمت شما عزیزان ارائه میکنن، چه در سوشال میدیای محبت، چه در ماهواره تلویزیون محبت. خلاصه نشستیم تو خونه هامون دیگه، از سفر و از استودیو رفتن ها خیلی وقتا دیگه الان برامون امکان پذیر نیست، پس از خونه خود بنده اومدم مهمون خونه های شما شدم امشب ساعت 7:30 عصر به وقت تهران. و در جاهای مختلف اگر دارید این برنامه رو تماشا میکنید، ترکیه، اروپا، استرالیا، آمریکای شمالی، خلاصه هر جا که هستید، خوش آمدید به برنامه خودتون مسیحیت امروز. من البته تقریبا الان دیگه 14 سال داره میشه که صدها برنامه در کانال محبت تولید کردم، برنامه های تعلیمی از کتاب های مختلف، نویسنده های مختلف. سال هاست که دارم درس میدم، امیدوارم که این اولین بار نباشه که پای برنامه من نشستید، امیدوارم که با من آشنا باشید، میدونید که من کی هستم. ولی اگر واسه اولین بارم هست که پای این برنامه نشستید و بنده رو دارید میبینید در کانال محبت، اسمم الان اومد، ساسان توسلی هستم. و خلاصه گفتم که به مسئولین کانال محبت گفتم که منم دوست دارم که از این فرصتی که الان دیگه خونه نشین شدم استفاده کنم و در خدمت شما عزیزان باشم. البته اگرم با برنامه های من آشنا باشید، میدونید که من سال هاست که در فصلهای مختلف برنامه پژواک یک قسمت کوتاه چند دقیقه‌ای درست میکنم تحت عنوان مسیحیت امروز. حالا دقیقا این برنامه مسیحیت امروز من مثل اون برنامه های کوتاه در پژواک نیست، ولی بالاخره تو همون حال و حواست این برنامه مسیحیت امروز. اولا میخوام که چون جلسه اول ما هست، میخوام که یه مقداری از دل خودم براتون بگم که من دنبال چه مخاطبانی هستم توی این برنامه. البته همه خوش آمدن توی این برنامه اگر نشستید، ولی منی که مثلا خب سال هاست که میرم تو استودیو به یه دوربین نگاه میکنم، یا منی که الان تو دفتر اتاق خونه خودم نشستم و دارم به دوربین کامپیوترم نگاه میکنم، من چه مخاطبی رو تو ذهنم دارم؟ من دلم در درجه اول برای چه کسانیه که دوست دارم که طرف صحبت من باشن؟ البته مملکت آزاد، دنیا آزاد، هر کی میتونه به هر برنامه گوش بده، ولی من خودم با چه طرز فکری، با چه قلبی، با چه انگیزه و نیتی بر خیلی از برنامه هامو تولید میکنم و این برنامه مسیحیت امروزم یکی از این برنامه ها هست. در درجه اول قلب من برای کسانیه که از دین و خدا و مذهب و ایمان زده شده، خستن از این صحبت ها، اصلا این مارگزیده به قول معروف از صحبت دین و مذهب و خدا هستن، چون به اسم خدا و دین و مذهب یک عالم ضربه ها، یک عالم آسیب ها، یک عالم ظلم و ستم ها و خرابکاری ها رو تو دنیای امروزه و در تاریخ تجربه کردن و دیدن و دربارش مطالعه کردن و کلن مشکوکن به دین و مذهب و خدا و ایمان. حالا تو ایران ما بیشتر به اسلام و مسجد، تو دنیای غرب خیلی وقتا به کشیشا و کلیساها. پس من ولی قلب دارم، خیلی دل دارم که طرف صحبتم با کسایی باشه در درجه اول
که کلن خستن از این صحبت ها، یا اصلا باور دارن که همه ادیان و مذاهب کلن یه حرف میزنن و اونم حرفای خرافاتی، حرفای اسطوره‌ای، حرفای بی ربط به مشکلات و موضوعات دنیای امروز، و دیگه میگم زدن و با یک دید بسیار سوء ظن و منفی و منتقدانه به هر ادعای دینی، ایمانی و مذهبی نگاه میکنن. من برای اونا دل دارم، من دوست دارم که ایمان مسیحیم رو در درجه اول برای این قشر از افراد تعریف کنم، توضیح بدم. من قصد مسیحی کردن کسی رو ندارم، چون من قدرت مسیحی کردن رو به قول معروف ندارم. خود خداست از نظر ایمان مسیحی، روح خداست که باید قلبا رو لمس کنه. ولی من به عنوان یک معلم ایمان مسیحی دوست دارم اقلا طوری مسیحیت رو توضیح بدم و تعریف کنم که اگرم تو میخوای رد کنی ادعاهای مسیح رو، رد کنی باورهای ایمان مسیح رو، اقلا بدونی چی رو داری رد میکنی، چی رو باور نمیکنی. یادم سالها پیش توی یک کلیسای یک خانم ایرانی استاد دانشگاه اومد به من گفت، من داشتم در از من اومد سوالی کرد درباره ایمان مسیحی، منم خواستم که کتاب بسیار عالی سی‌اس لوئیس مسیحیت ناب که به فارسی هم این کتاب هست، کتاب میر کریشتینیتی رو بهش معرفی کردم. گفت نه 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 ساسان، تو میخوای منو مسیحی کنی؟ من همین جواب رو بهش دادم که نه، من کس رو نمیتونم مسیحی کنم، ولی اقلا میخوام بدونی که ایمان مسیحی چی میگه، که حتی اگر میخوای ردش بکنی بدونی چی رو داری رد میکنی، چی رو میپذیری، چی رو داری رد میکنی. پس در درجه اول مخاطبین برنامه‌های مسیحیت امروز، من برای این سری اشخاص خیلی دل دارم، کسایی که باور دارن که دین در تضاد با عقل، دین و ایمان مسیحی در تضاد با علم و منطق، در تضاد با انسانیت و راستیه، و کلن خستن از این باورهای دینی، و میخوام که بتونیم یک ارتباط صادقانه و دوستانه تو این برنامه با این عزیزان داشته باشیم. مسلماً من دنبال کسایی هستم که اهل تفکرن، اهل تحقیقن، اهل تجزیه تحلیل منطقی و استدلال و سند و مدرک و فکر و شواهد تاریخی و عقلانی و علمی هستن. البته بعضی وقتا شاید یه نفر دانشجو دانشگاه باشه، فارغ التحصیل دانشگاه باشه، به قول معروف ما ایرانی‌ها تحصیل کرده باشه و همچین برخوردی رو داشته باشه با تفکر، ولی بعضی هم خیلی هم دانشگاه میرن دیگه بعد از دانشگاه دست به کتاب نمیزنن، و خیلی هم دانشگاه نرفته ولی اهل تفکر و تأملن. پس من دنبال افرادی هستم که میخوان که با جدیت فکری، اگرم ایمانی رو میخوان بپذیرن یا رد کنن، میخوان دربارش جدی فکر کرده باشن و تحقیق کرده باشن. از من دنبال این سری افراد هستم در درجه اول. همچنین من خیلی دل دارم، خیلی واقعا علاقه شخصی دارم به عزیزان ایرانی که با تحقیق و با صداقت تعهد دارن به اسلام و ایمان اسلامی، چه روحانیون شیعه که با جدیت و صداقت در راه ایمانشون دارن زحمت میکشن تو تحقیقات، تو گفتگوها، توی نوشتار و توی تجزیه تحلیل ایمانشون، و چه کسی هم که یک مسلمونیه که واقعا با صداقت، با خلوص نیت، با ایمان صادقانه خودش به نتایج ایمانیش رسیده. من با اون دوستانم دوست دارم یک ارتباط و گفتگو برقرار کنم درباره مسیحیت و ایمان مسیحی، ادعاهای ایمان مسیحی، باورهای دنیای مسیحی در قرن 21. پس این نوع اشخاص هم برای من خیلی قابل احترام هستند، و امیدوارم که برنامه مسیحیت امروز یک گفتگوی صادقانه و دوستانه ای رو بتونه برقرار کنه. حالا راه تماس رو هم عزیزان میذارن روی صفحه از طریق ایمیل، و بعداً در دقایق آینده از طریق تماس تلفنی من میتونم در خدمت شما باشم، و بهتون قول میدم که اگر به من ایمیل بفرستید حتما مستقیم نمیتونم با هر کسی در گفتگو باشم، به هر سوالی جواب بدم، ولی اقلا ایمیل ها رو خودم میخونم و سعی میکنم اون صحبت ها، سوال ها رو در نظر داشته باشم در تولید برنامه های دیگه. پس اینم یه قشر دیگه است که من خیلی دوست دارم در برنامه مسیحیت امروز مهمان این برنامه ما باشم. همچنین مسلماً من به عنوان یک خادم مسیحی، کشیش و معلم، هدف مهمی از تعالیم منم تقویت ایمان مسیحی‌ها هست،
تقویت کلیسا، تقویت خادمین و کشیشای کلیسا، معلمین کلیسا، مجهز کردن آن عزیزان به تعالیم درست و خوب ایمان مسیحی. پس برادران و خواهران مسیحی رو هم در نظر دارم مسلماً توی این برنامه و دوست دارم که توی این برنامه این عزیز این تعالیمی که دارم ارائه میدم برای این عزیزانم برنامه های مفیدی باشه. میگم من دوستای زیادی دارم در جامعه مسیحی ایرانی در سراسر دنیا، تو این سالهایی که سفر کردم تو کنفرانس ها و سمینار ها بودم، معلمی هستم در یک مدرسه الهیات مسیحی کانون الهیات پارس و با خیلی از ایمانداران مسیحی که تو خدمت کلیسایی هستن در تماس هستم، آشنا هستم، دوست هستم. پس این تعالیم برای اون عزیزانم، امیدوارم تعالیم مفیدی باشه درباره ایمان و زندگی مسیحی. پس این مخاطبینی هستن که من در نظر دارم. پس اگر شما اهل فکر، اهل مطالعه، اهل کتاب، اهل گفتگوهای مطرح و مهم افراد متفکر، نویسنده ها، الهیدان های مسیحی هستید، اگر به این مباحث علاقه دارید، من دوست دارم که جایی توی این برنامه مسیحیت امروز برای خودتون توی این گفتمانی که میخوایم با هم شروع کنیم داشته باشیم. این پس صحبتایی که من با چه دلی دارم وارد این برنامه میشم و علاقه من توی برنامه مسیحیت امروز، منم بالاخره یک انسانم با محدودیت‌های خودم، ولی علاقه من با چه دیدگاهی خودم چه صحبتایی رو میخوام مطرح کنم، میخوام که در درجه اول ارائه بدم تفکرات نویسنده ها و الهیدان ها و معلمین مطرح و مهم دنیای مسیحی. این برای من خیلی مهمه که اولا شما عزیزان بیشتر و بیشتر آشنا بشید برای چه صحبت هایی بین متفکرین مسیحی، الهیدان های مسیحی، اساتید دانشگاه های الهیات مسیحی چه صحبت هایی داره مطرح میشه، چه دیدگاه هایی، چه مباحث الهیاتی، چه بینش هایی از کتاب مقدس برای زندگی در قرن 21. پس معرفی متفکرین مسیحی، متفکرین تاثیرگذار، مطرح، مهم مسیحی. من خیلی خوشحال میشم حتی اگر یک دوست مسلمان، حتی اگر یک روحانی شیعه بعضی از این کتابایی رو که من معرفی میکنم در این برنامه ها، این کتاب ها رو ما به فارسی در ایران ترجمه کنیم، چاپ کنیم، آشنا بشیم با فضای مسیحیت در قرن 21، آشنا بشیم با یک درک دقیق تر از ایمان مسیحی. من میدونم خودم چون تو این زمینه کار تحقیقات زیادی کردم البته سالهای پیش، که خیلی از عزیزان مسلمان در ایران هستن که دوست دارن یک درک عمیق‌تری از ایمان مسیحی داشته باشن. پس خیلی مهمه که ما با کتاب‌ها و نویسنده‌های آشنا بشیم که الان مطرح هستن در دنیای مسیحیت در قرن 21. پس این در درجه اول معرفی مباحث، موضوعات، مطالبی که برای خودم جذابه و امیدوارم برای شما عزیزان جذاب باشه. همچنین بعضی وقتا شاید تو بعضی از برنامه‌ها وارد صحبت‌های فعالیت‌ها و خدمات کلیسایی بشیم. وارد صحبت‌های خبری و اجتماعی و جامعه شناسی در دنیای مسیحی بشیم. بعضی وقتا شاید از یه کتاب بخوام چند تا درس ارائه بدم در عرض چند هفته، یا توی یه سری برنامه فقط یه کتاب با یه نویسنده رو بخوام خدمتتون معرفی کنم. پس گاهی به اخبار مسیحی نگاه می‌کنیم، به حوادث و جریانات مهم در مسیحیت، دنیای مسیحیت نگاه می‌کنیم، بعضی وقتا به موضوعات تاریخی، جامعه شناسی، بحث‌های الهیاتی، شخصیت‌های مهم و مطرح در دنیای مسیحی، ولی تمرکز این برنامه بیشتر روی تعالیم مفید، تعالیمی که ربط داره به زندگی امروز از دیدگاه متفکرین به نام مسیحی. این پس تأکید من خواهد بود توی برنامه‌های مسیحیت امروز و می‌خوام نشون بدم که ایمان مسیحی حرف داره برای گفتن در قرن 21، حرف داره برای جامعه بشری در دنیای امروز و چقدر میتونه به ما کمک کنه که رابطه سالمتر و زیباتری با خدا، با همسایه و در جامعه داشته باشیم، برای شکوفایی جامعه بشری، برای شکوفایی انسانیت، برای شکوفایی دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم. پیام مسیح پیام زنده است و عیسی مسیح
جواب داره برای خیلی از سوالات دنیای قرن 21 ما. این پس مقدمه‌ای بود از معرفی این برنامه که امیدوارم براتون برنامه جالبی باشه، برنامه‌های جذابی باشه. قصدم اینه که هر هفته، حالا که ما جای قرار نیست بریم، از خونه خودم خدمت شما باشم، مهمان خونه های شما باشم، چهارشنبه شبا 7:30 شب به وقت تهران، و این گفتمان رو با همدیگه شروع خواهیم کرد. پس حالا با همدیگه میریم یه بریکی میگیریم، یه میوزیک کلیپی از میوزیک ویدیوی پرستشی با هم نگاه میکنیم و برمیگردیم و موضوع امروز رو خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. تا چند دقیقه دیگه خدمت شما خواهم بود. خب عزیزان، برگشتیم به قسمت تعلیمی برنامه مسیحیت امروز، و امروز میخوام که از یکی از مهمترین، مشهورترین، تأثیرگذارترین، مطرحترین متفکر و الهیدان مسیحی در دنیای معاصر با شما صحبت کنم. و انگیزه من به خصوص توی این مبحث این هستش که عزیزان ایرانی که تو کار تحقیق ادیان و مذاهب هستن با این شخصیت برجسته بیشتر و بیشتر آشنا بشن. شخصیتی که اگر تو برنامه‌های پژواک، برنامه‌های معلمین دیگه تا حالا بودید، شاید بارها اسمش رو شنیدید. امروز میخوام که از کتاب جدیدی با شما صحبت کنم که نویسنده این کتاب شخصیت مشهوری هست به نام N.T. رایت. تام رایت یکی از متفکرین برجسته مسیحی، یک اسقف در کلیسای اسقفی انگلیس، استاد الهیات الان سالهای اخیر در دانشگاه سنت اندروز، و نویسنده بیشتر از 80 کتاب
در زمینه مسیحیت، تاریخ عیسای تاریخی، تاریخ کلیسای اولیه، محقق عهد جدید، زندگی ایمان و الهیات مسیحی، و کتاب جدیدی رو تو همین چند هفته اخیر چاپ کرده که تیتر کتابش هست God and the Pandemic، خدا و همه‌گیری، همین پندمی کرونا، درباره اینکه ما مسیحی‌ها چطوری میتونیم درباره شخصیت خدا و رابطه خدا با این پندمی کرونا و این خرابی کرونا در دنیای امروز میتونیم چطوری به این داستان نگاه کنیم. پس تیتر کتابش هست God and the Pandemic، همین چند هفته گذشته در سال 2020 این کتاب چاپ شده و زیرنویسش هم هست تأمل یک مسیحی روی ویروس کرونا، درباره ویروس کرونا و تأثیرات آن، تفکرات تأملات یک مسیحی روی ویروس کرونا و تأثیرات آن. البته این کتاب بسیار کوچولویی است که مطمئنم یه شخصی مثل انتی رایت در عرض یه چند هفته این کتاب رو نوشته. چند ماه پیش هم انتی رایت توی مجله مشهور تایم یک مقاله در این زمینه نوشتش و بینشای خیلی قشنگی رو انتی رایت مطرح میکنه توی این کتاب که میخوام مختصر مفید خدمت شما اون بینش ها رو ارائه بدم. ولی یه کتابی که سال گذشته در سال 2019 انتی رایت چاپ کرد، کتاب بسیار قطوری هست، کتابیه که انتی رایت با یه نویسنده دیگه به نام مایکل برد که ایشون هم شخصیت بسیار برجسته‌ای هست، الهیدان استرالیایی در ملبورن، ایشون تدریس الهیات میکنه و ما یه سری دانشجوی ایرانی هم در شهر ملبورن استرالیا داریم که زیر دست مایکل برد دارن درس میخونن یا درس خوندن، خدا رو شکر واسه خادمینی که خدا داره بلند میکنه برای کلیساهای ایرانی. ولی یک کتاب خیلی قطور که انتی رایت و مایکل برد با هم نوشتن و تیتر کتابش هست New Testament in its World، یک کتاب تقریبا نزدیک به 1000 صفحه است، عهد جدید در دنیای زمان خودش. پس معرفی عهد جدید هست، تاریخ عهد جدید، ادبیات عهد جدید، الهیات عهد جدید و به خصوص من میگم من واقعا چون دل دارم برای حالا شاید این کتاب خیلی مسلما راحت دست قابل دسترس نباشه در جامعه ایرانی در درون ایران، ولی میدونم عزیزانی که تو کار تحقیق ادیان و مذاهب هستن علاقه مندن که با ایمان مسیحی به طور مستقیم از زبان خود متفکرین مسیحی آشنا بشن، تشویق میکنم که یکی از متفکرینی که باید باش آشنا بشید برای دنیای معاصر مسیحی این شخصیت انتی رایت هست. این شخص انتی رایت هست و نوشته هاش درباره عیسای تاریخی، درباره عهد جدید، اتفاقات تاریخی قرن اول، قوم یهود در قرن اول، امپراتوری روم در قرن اول و چطوری ما باید تعالیم مسیح و عهد جدید رو در درجه اول تو چارچوب تاریخی خود قرن اول بفهمیم تا بتونیم ربطش بدیم به داستانها و سوالهای قرن 21. حالا پس دیگه بیشتر از این انتی رایت معرفی نمی کنم. من خودم یک افتخار ملاقات با ایشون رو یکی دو بار داشتم. معمولا ما این پوز رو نمیدیم، این ژستا رو نمیاریم، ولی عکسش رو گفتم بفرستم که من افتخار یک ملاقات رو توی کنفرانس های مختلف چند بار ایشون رو دیدم. این عکس مال 7 سال پیشه، حالا خودتون میتونید تشخیص بدید از 7 سال گذشته من چقدر تغییر کردم یا نکردم. و چند ماه پیشم خانومم توی انتی رایت اومده بود کلیسای ما در آمریکا و خانومم هم ازش رفت کتاب گرفت، امضا گرفت و یه عکس باش انداخت. خلاصه پوز میدیم با این عکس ما، ولی شخصیت بسیار عزیز و نازنینی هست و خیلی هم قلبش هم خیلی میتپه برای ایران و ایرانی و حتی توی بعضی از پیاماش اشاره میکنه که خدا داره چطوری بین ایرانیا کار میکنه، چطوری توی سختی ها و جفاهایی که مسیحای ایرانی باش روبروان کلیسا در حال رشد. پس یه همچین شخصیت برجسته جهانی خبر داره از تک تک شما عزیز، تک تک نه ولی از داستانی که خدا داره با زندگی شما در ایران، مسیحای ایرانی تو قرن 21 می نویسه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. حالا بریم وارد این صحبت کتاب جدیدش، جدیدترین کتابش God and the Pandemic هست و خیلی خیلی مطالب زیبایی رو انتی رایت مطرح میکنه.
عزیزان من این رو بگم که ما دوست داریم تو این برنامه، چون برنامه زنده است، برنامه استودیو نیست که بنده برم یه سری درس ثبت کنم، پس من اینو خبر نداشتم. من این صحنه‌ای که من دارم توی کامپیوترم میبینم، مشخصات تماس رو من روش نمیبینم، ولی به بنده گفتن که اگر شما دارید این برنامه رو تماشا میکنید تو تلویزیون یا روی لپتاپ، راه تماس هست، چه انگار تلفنی هست و به خصوص ایمیل که بعداً میتونم جواب بدم. ولی یه قسمت برنامه رو من دوست دارم برای سوال و گفتگو باشه، گفتگو و تماس‌های تلفنی. اگر دوست دارید با من تماس در این برنامه زنده با من تماس بگیرید، در خدمتتون هستم. میدونم که خیلیاتون میگید ساسان انقدر پرحرفی میکنه که اصلا دیگه به ما مهلت نمیده ما بخوایم سوال کنیم، ولی ما وقت خواهیم گذاشت برای تماس‌های تلفنی و سوال و جواب. ولی من میخوام یه سری نکته ها رو از کتاب God and the Pandemic، از کتاب این رابطه خدا با پندمی کرونا مطرح بکنم. ولی قبل از اینکه وارد صحبت انتی رایت بشم، میخوام یه خاطره تعریف کنم. من حدود 16 سال پیش 15 یا 16 سال پیش تو یکی از سفرام به ایران، وقتی که خودم داشتم تحقیقات تز دکترامو انجام میدادم، به ایران سفر میکردم، دوران آقای خاتمی و اون زمان داستان گفتگوی تمدن خیلی داغ بود، گفتگوی تمدن‌های آقای خاتمی خیلی داغ بود و تز دکترای ما هم، منم در زمینه همین گفتگوی ادیان در ایران بودش. یه جلسه افتخار داشتم دو جلسه در جمع یه سری از جوانای ایرانی باشم و همه این جوانای ایرانی لیسانس و فوق لیسانس داشتن توی الهیات اسلامی، فلسفه، ادبیات، ترجمه، و با هم جمع می شدن هفتگی و بحثای فلسفی می کردن. منم به عنوان مهمون دعوت شده بودم تو این جمع برای دو هفته پشت سر هم، و هم از شهادت این که چطوری مسیح شدم صحبت کردم، هم سوال و جوابهای مختلفی مطرح شد. ولی برای من جالب بود که توی اون دو هفته به غیر از رهبر اون گروه که حالا اسم نمیارم، شخصیت مشهوری هستش ایشون، خیلی هم عزیز هستش، به غیر از رهبر اون جلسات، اون کسی که رهبری میکرد، مدیریت میکرد اون جلسات رو، همه جوانا تو اون جلسه یا تو جمع یا خصوصی همشون به من گفتن که یا ما دیگه به اسلام باور نداریم یا ما به خدا باور نداریم. و این خیلی برای من تکون دهنده بود، چون بعضی از این جوان‌ها داشتن تو سازمان‌های تحقیقات اسلامی و دایره المعارف بزرگ اسلامی و دانشگاه، توی دانشگاه‌های اسلامی و این چیزا داشتن درس می‌خوندن یا کار می‌کردن. و یادم یه جوونی وقتی من گفت من به خدا دیگه باور ندارم، من جوابم این بودش که این برای من همچین حرف تکون دهنده ای نیست، چون شاید اون خدایی که تو باور نداری، منم اون خدا رو باور ندارم، منم اون خدا رو قبول ندارم. مهم این نیست که فقط بگیم ما به وجود خدا باور داریم یا نداریم، چه خدایی رو داریم تصور میکنیم، اون خدا چه شخصیتی داره، چه قلبی داره، چه نیتی داره، چطوری با ما خودش رو وارد ارتباط کرده یا نکرده. پس این خیلی مهمه که خدا کیه، خدا رو من اصلا چطوری درک میکنم، میفهمم، دربارش صحبت میکنم، چه خدایی رو دارم بهش دعا میکنم. این خیلی مهمه و شاید خیلی وقتا ماهایی که انسان معاصر که از خدا و دین و مذهب زده شده، این اصلا خدایی نیستش که مسیح داره به ما معرفی میکنه، این خداییه که شاید به اشتباه ما باش اون رو درک کردیم، اون رو فهمیدیم. پس این با این نکته میخوام وارد این صحبت انتی رایت بشم، که انتی رایت میگه که خیلی وقتا تو صحبت مسئله خدا با موضوع شر، با موضوع بدیها، با موضوع بیماری، مرگ، ظلم و ستم، فقط داستان که کرونا نیستش، با تمام این ظلم و ستم ها خیلی وقتا تصویرهای اشتباهی ما اصلا از خدا داریم. میگیم خدا چون قادر مطلقه، پس خدا هر اتفاقی که میفته زیر قدرت مطلق و حاکمیت مطلق خدا اتفاق میفته، پس یه طور اینا تقصیر خداست، خدا داره این بلاها رو سر ما میاره. اصلا متاسفانه اسلام و مسیحی هم نداره، همه همچین حرفایی رو میزنن، هم روحانیون اسلامی این حرفا رو میزنن وقتی یک حادثه اتفاق میفته، سیلی، زلزله، برگی، بیماری، سونامی، قحطی، که این یا مجازات خداست،
خدا داره ما رو تنبیه میکنه به خاطر گناهان یه عده، و مسیحیان این حرفا رو میزنن متاسفانه که این حتما تنبیه خداست، مجازات خداست، و ببینید حتما یه گناهی کردید که این اتفاقا داره میفته. یا یه عده زود میپرند دنبال صحبتای الان دیگه پس علامت آخر زمانه دیگه، وا ویلا خواهد شد. و انتیرای اصلا صحبت اینو با این شروع میکنه که نه، هیچ کدوم از این تفسیرها و برداشت‌ها از رابطه خدا با صحبتی مثل موضوعی مثل ویروس کرونا و خیلی از مسائل دیگه، اینا برخورد درست و صحیح نیست اگر ما اول به خود مسیح نگاه کنیم. اگر ما به خود مسیح نگاه کنیم که مسیح چطوری برخورد میکنه با موضوع درد و رنج، با موضوع مرگ و بیماری، ما نمیتونیم زود به این نتیجه های کلیشه‌ای برسیم که این بدبختی و بیماری ها یا مجازات خداست که عصبانی از گناهان بشر، یا اینا دیگه هشدارهای آخر زمانیه. و انتیرایت این موضوع رو خیلی قشنگ باز میکنه. حالا من وارد جزئیات صحبت این کتاب نمیتونم بشم، ولی تصویر میگه که ما اگر ما خیلی وقتا اشتباه، مثل اینکه یه عینکمون بدون عینک یه چیزایی رو تار میبینیم، ما اگر تمرکزمون رو خود مسیح، زندگی مسیح، مرگ مسیح رو صلیب و قیامش از مرگ نباشه، ما خیلی وقتا تار و بد میفهمیم تصویر خدا رو و میتونیم خیلی وقتا به بیراهه بریم تو برداشتمون. و ما باید تعریف من از قدرت خدا، حاکمیت خدا، اینه که خدا در کنترله، باید از طریق لنز عیسی مسیح باشه. حالا این لنز مسیح رو انتی رایت توی این کتابش با داستان انجیل یوحنا و مرگ الیازر صحبت رو شروع میکنه. توی انجیل یوحنا فصل 11 ما یه داستانی رو میخونیم که یکی از دوستای خوب مسیح الیازر مریضه و به مسیح پیام میارن که آقا بیا به داد دوستت برس. ولی مسیح مدت صبر میکنه قبل از اینکه سفر کنه به طرف خونه الیازر، و وقتی که میرسه دیگه الیازر مرده. عزاداریه، خواهرای الیازر به مسیح میگن اگه زودتر رسیده بودی میتونستی شفاش بدی، دیگه دیر شده. و پیام‌های خیلی زیبایی رو انجیل یوحنا برای ما در این رابطه مطرح میکنه. من وارد همه جزئیات داستان نمیتونم بشم، ولی میخوام اگر کتاب مقدساتون رو دارید، یا خودم این آیات رو بالاخره میخونم. مسیحی که بعدن خودش هم میگه که مسیحی که خداوند جسم شده است، مسیحی که خودش دعا کرده به نزد پدر، مسیحی که خودش میدونه که این قدرت رو داره که دوستش رو زنده کنه و این کار رو خواهد کرد، در این حالی که مسیح توکل و اعتماد به خوبی خدا، حاکمیت خدا داره و خودش میدونه که چطوری میخواد با مرگ این دوستش برخورد کنه، ما با این آیات روبرو میشیم. فصل 11 انجیل یوحنا از آیه 33 میخونم. چون عیسی زاری مریم و یهودیان همراه او را دید، در روح برآشفت و سخت منقلب گشت. پرسید او را کجا گذاشته اید؟ گفتند سرور ما، بیا و ببین. اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. پس یهودیان گفتند بنگری چقدر او را دوست می داشت. حالا اینی که به فارسی تو ترجمه 1009 میگه اشک از چشمان عیسی سرازیر شد، توی ترجمه انگلیسی این کوتاه‌ترین جمله کتاب مقدسه، میگه عیسی گریه کرد. خدای جسد شده تو یوحنا فصل 1 آیه 1، در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. آیه 14 فصل 1 یوحنا این کلمه جسد شد. یوحنا میگه ما جلال و شکوه این کلمه رو دیدیم، عیسی مسیح. حالا همین عیسی مسیح که میدونه که میخواد چه کاری انجام بده، داره گریه میکنه، اشک میریزه. و اون کلمه یونانی که تو آیه قبلش که میگه وقتی مسیح با این صحنه روبرو میشه، میگه در روح برآشفت و سخت منقلب گشت. این گریه، این زاری، این فریاد، این اشکا، اینا گریه ها، فریادها و اشکای خود خدای جسم شده است. و این پارادوکس که ما با یه خدای روبرو میشیم که خودش داره اشک میریزه به خاطر مرگی که وارد بشریت شده، به خاطر بیماری، به خاطر شکستگی، به خاطر ظلم و ستم،
این خدا اون مثل یک دیکتاتور رو تخت سلطنت نشسته که فقط از دور داره ما رو نگاه میکنه. این خدا خودش وارد درد بشری شده. این خدا خودش درد ما رو تجربه کرده. این خدا خودش برای من و تو عشق ریخته، در این حالی که داره وارد این دنیا شده که شفا، حیات، احیا، بخشش و آشتی و پیروزی خودش رو، ملکوت خودش رو برقرار کنه. ما با یه همچین خدایی روبرو میشیم. شاید خیلی وقتا تصویر ما از خدای خدای عصبانی یا خدای قادر مطلق، حاکم، دیکتاتور که فقط فرمان میده، فقط پیامبر میفرسته، فقط دستور میده، فقط نصیحت میکنه، دیگه بقیهش بستگی به خودت داره که چقدر میخوای سعی کنی، تلاش کنی. نه، ما با همچین خدایی روبرو نمیشیم. ما با یه پدر آسمانی روبرو شدیم که پسرش رو برای ما فرستاده. ذات الهی در عیسی مسیح جسم شد و اجازه داد که من و تو اون رو مصلوبش کنیم. خدایی که خودش گریه میکنه. این حاکمیت خدا رو میخوای درک کنی، قدرت خدا رو میخوای درک کنی، باید نگاه کنی به این خدا. خدایی که روی صلیب مصلوب میشه در بدن عیسی مسیح. خدایی که اشک میریزه. خدایی که میاد زانو میزنه و پای شاگرداش رو میشوره. خدایی که با گناهکارا میشینه سر سفره شام و میخنده و برکت میده و میبخشه. خدایی که باجگیران، خدایی که سامریانی که کسی تحویلشون نمیگرفت، تره خود نمیکرد، ارزشی نداشتن در قوم یهود، اونها رو به شاگردی خودش میپذیره. خدایی که میره دنبال افراد جزامی، افراد ترد شده و میگه شما برادران و خواهران من هستید، شما پادشاهی آسمان مال شماست. این خدایی که ما در مسیح باش روبرو شدیم، نه یک خدای دیکتاتوری که هر اتفاقی که میفته حتما اونه که داره یه کارایی میکنه. نه، خیلی اتفاقات تو این دنیا داره میفته که خود خدا داره براش عشق میریزه و گریه میکنه. دل خدا رو به درد میاره. آه و ناله‌ای که من و تو میکنیم، آه و ناله‌ای که خود خدا با ما در اون شریکه. یه متن رو در رومیان 8، حالا به امید خدا اگه وقت بشه بهش اشاره خواهم کرد در دقایق آینده، که این شکستگی این دنیا که درد ما رو، آه و ناله و فریادهای ما رو خیلی وقتا از درون ما بیرون میکشه، روح خدا هم خودش در این آه و ناله و فریادهای ما شریک. پس از یه طرف بله، خدا خوبه، خدا نیکوه، هدف خدا برکت و خیریته. از یه طرف گناهی هست در این دنیا که کتاب مقدس هم خیلی توضیح نمیده که این داستان، این نیروی تاریک، این مرگ، این گناه چطوری وارد داستان خلقت نیکوی خدا شده. تمام ابعادش رو ما نمیتونیم بفهمیم. مسیح هم هیچ وقت مشکلات رو تقصیر این و اون نمیذاره. هیچ وقت ما نمیبینیم مسیح بگه آهان تو گناه کردی، این بلا سر تو اومد، حقت بوده. نه، این صحبت مسیح نیست. این خیلی وقت است انتی رایت تو این کتابش تاکید میکنه، به جای دنبال چراها رفتن که چرا این شد، چرا اون شد، و حدس و گمانهای بی خود که بعد گردن خدا میندازیم مشکلات رو، میبینیم که مسیح و شاگرداش اینطوری برخورد نمیکنه. مسیح و شاگرداش این چراها رو نمیپرسن، با واقعیت مرگ و گناه و بیماری روبرو میشن، اشک میریزن، گریه میکنن و بعد آستین بالا میزنن و وسیله میشن برای آوردن برکت، حیات، شفا، کمک، بخشش. این راه مسیح و پیروان مسیح. اشاره خیلی قشنگی میکنه انتی رایت که میگه تو اعمال رسولان وقتی قحطی اون دنیای اون روز رو، آسیب قحطی میرسه در دنیای اون روز، شاگردان مسیح در شهر انطاکیه نمیگن که این گناه کی بود که این قحطی اومد، این تقصیر کی بود که این مشکلات داره اتفاق میفته. نه، توی قحطی و بلاها شاگردان مسیح آستین بالا میزنن، میگن باید حالا پول جمع کنیم و افرادی که تحت این فشار هستن کمک برسونیم و اونها رو کمک کنیم توی این شرایط. پس اینی که ما بخوایم دنبال تقصیر پیدا کردن، هشدارهای علکی، تفسیرهای علکی از وقایع شکستگی این خلقت باشیم، ما میتونیم مثل خود عیسی مسیح وارد درد بشیم،
وارد غم و مرگ و اشک و گریه بشیم، در دعا بایستیم، به این پدر آسمانی اعتماد کنیم و از خدا بخوایم که ما رو وسیله‌ای بکنه برای آوردن نیکویی، شفا، برکت و خوبی. این بنده دارم خیلی مختصر مفید میکنم صحبت‌های انتی رایتو، ولی این یکی از اون بینش‌های خیلی زیبای انتی رایت بود در کتاب گارند پندمیک. با هم میریم یه میوزیک کلیپ میبینیم و اگر تلفنی هست من در خدمت هستم، اگر نه که ما بالاخره هنوز حرف داریم واسه گفتن، پس چند دقیقه دیگه با شما خواهم بود. خداوند ای روح القدس اکنون احیا کن ایمان من را، برای نجات ایران شفی ساز قلب جهان را. خدا رو شکر میکنم برای افرادی مثل برادرمون موسا، برادرمون جیلبرت و خیلی از عزیزان دیگه که در برنامه‌های بعد ازشون برکت خواهیم گرفت، که دارن جامعه ایرانی رو برکت میدن با خدمت پرستش. خدا رو شکر برای این سرودهای زیبا، این دعاهایی که در این سرودها ما داریم تقدیم پدر آسمانی میکنیم. خب عزیزان، تلفن ما باز هست. خیلی وقتا عزیزان شاکی هستن که ما دنبال برادر ساسان میگردیم و ایشونو پیدا نمیکنیم.
الان دیگه این بهانه رو ندارید. برادر ساسان در خدمتتون هست، چهارشنبه شب 7:30 شب به وقت تهران در برنامه مسیحیت امروز. پس اگر علاقمند هستید تماس بگیرید، با هم گفتگوی داشته باشیم. در راستای صحبتایی که دارم میکنم خوشحال میشم که از شما بشنوم. حالا صحبت رو ادامه میدیم. عزیزان به من تو اتاق فرمان گفتن هنوز تلفنی دریافت نشده، برنامه الان زنده است، میتونید تماس بگیرید. ولی داریم ادامه میدیم صحبتمون رو از کتاب N.T. Wright, God and the Pandemic، کتابی که تازه چاپ شده، درباره این که چطوری ما باید درک بکنیم رابطه خدا رو با این داستان ویروس کرونا. و N.T. Wright توی خیلی از کتاباش خیلی تمرکز میکنه روی سری آیات در رومیان فصل 8 که اینجا جا داره من یه صحبتی از بینش‌های N.T. Wright بکنم. رومیان فصل 8 شروع میشه با آیه بسیار زیبا: پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست. و بعد این فصل تموم میشه با آیات زیبایی که من یقین دارم پولس میگه که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. این پس اول و آخر این فصل از این محبت، از این عهد خدا به فرزندانش که هیچ چیزی نمیتونه اینا را از هم جدا بکنه. ولی در وسط این فصل ما با یک سری متونی روبرو میشیم که تو این دنیا ولی پر از رنج و درد هست. آیه 18 پولس میگه: در نظر من رنج های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ است. بله، الان درد و رنج هست. اینی که خدا محبت و ما فرزندان خدا هستیم دلیل نمیشه که در درد و رنج تو این دنیا نباشه. چرا؟ چون یک دنیای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم، دنیایی که گناه اومده و فساد و تباهی و مرگ و ظلم واردش کرده. حالا توی آیه 22 پولس میگه ما میدانیم که تمام خلقت تا هم اکنون از دردی همچون درد زایمان مینالد. خلقت میناله، و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در درون خیش ناله برمیآوریم. عزیزان، ناله کردن، گریه کردن، فریاد زدن، کلافه بودن از زندگی در این دنیای سقوط کرده بی ایمانی نیست. ما توی مزامیر در عهد عتیق ده ها مزامیر فریاد میزنن به حضور خدا: خدایا کجایی؟ چرا به داد ما نمیرسی؟ پس وعده ها چی شد؟ نیکویی ها چی شد؟ شاید در دین اسلام این نوع برخورد کفر باشه، حرام باشه، گناه باشه، ولی در این خدایی که ما تو کتاب مقدس باش روبرو هستیم، این پدر آسمانی ما رو با آغوش میکشه و اجازه میده خودمونو در حضورش خالی کنیم، با واقعیت دردهامون روبرو بشیم. میگه در درون خیش ناله برمی آوریم در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی، یعنی رهایی بدنهای خیش هستیم، زیرا با همین امید نجات یافتیم. اما امیدی که به دست آمد دیگر امید نیست. چگونه کسی میتواند به امید چیزی باشد که آن را یافته است؟ حالا آیه 26 گوش، من خودم اینو تا حالا اینطوری ندیده بودم، خیلی برام جالب بود. و روح نیز در ضعف ما به یاریمان میآید، زیرا نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم، اما روح با ناله های بیان ناشدنی برای ما شفاعت می کند. و او که کاوشگر دل هاست فکر روح را میداند، زیرا روح مطابق با اراده خدا برای مقدسین شفاعت می کند. یه بینش خیلی جالب که من تا حالا قبل از منی که الان 35 سال هست که دارم در زندگی مسیحی جلو میرم، من تا حالا به این آیه اینطوری توجه نکرده بودم که با خوندن کتاب N.T. Wright این آیه رو من اینطوری دیدم واسه اولین بار. واسه همینه که من اینقدر تاکید میکنم علاقه دارم روی مطالعه، که همیشه مطالعه و کتاب خوندن میتونه به ما کمک کنه، به بینش ما، به درک ما، به رشد ما. حالا آیه‌ای که من طالبش توجه نکرده بودم، آیه 26 میگه که روح، خود روح خدا که در ماست، با ناله‌های بیان ناشدنی برای ما شفاعت میکنه. من طالب اینو توجه نکرده بودم که فکر میکردم خب ناله‌ها مال ماست، ولی روح خدا ناله‌های ما رو خیلی واضح
به حضور پدر میبره، میگه نه، انتی رایت میگه خود روح خدا داره ناله میکنه، خود روح خدا، همون پسر خدا عیسی ناصری که گریه میکنه سر قبر الیازر، این همون خدایی که روحشم در ما با ناله های ما خودش رو همسو میکنه. این برای من بینش خیلی زیبایی بود که عزیزان خود خدا هم خودش رو طوری متحد میکنه در درد و رنج های ما که این حس رو خود خدا هم تجربه میکنه. این صحبت های خیلی عمیق و بزرگیه، خیلی ماورای درک کامل ماست. ولی ناله ها فقط مال من انسان نیست با ضعف و محدودیت ها، خود روح خدا در ناله های ما داره ناله میکنه، ولی همون ناله ها مثل شفاعت به حضور خدای پدر میرسه. یادم یه جمله میخوندم سالها پیش که میگفتش که خیلی وقتا اشکای ما دعاهاییه که خدا گوش میده بهش. ما فکر میکنیم که اشکای ما اشک فقط، نه، خدا اون نیت، اون فریاد، اون کلافگی، اون غم و گریه، اون غم و غصه و نگرانی پشت اشکای ما رو به عنوان دعاهای ما میشنوه. ما با یه همچین خدای روبرو هستیم که خودش عشق میریزه. بعد انتی رایت دوباره یه بینش دیگه از این کتاب که برام جدید بود، آیه 28، رومیان 28، یکی از اون آیات خیلی مشهور و محبوبه، میگه میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. این حالا این جمله، حتی اگر توی همین ترجمه هزاره این رو نگاه کنید، میبینید که تو زیرنویسش میشه یونانی این جمله رو، این آیه رو به طریقای مختلف ترجمه کرد. پس بین مفسرین خیلی بحث و گفتگو هست، دیدگاه‌های متفاوتی هست که دقیقاً این جمله رو باید چطوری ترجمه کنیم. حالا انتی رایت اینجا این صحبت رو مطرح میکنه که خیلی وقتا شاید ما این جمله رو خوب نفهمیدیم، بد فهمیدیم. کلمه‌ای که یونانی که میگه که همه چیزها با هم برای خیریت در کار است، اون کلمه در کار است، انتی رایت میگه کلمهش کلمه سینرگئو هست که صحبت با همکاری، صحبت همکاری با همدیگه یک کار رو انجام دادن هست. اینی که منظور انتی رایت میگه، منظور پولس، اگه منظور دقیق تر پولس، اینی که تو همه چیزها خدا با کسایی که اونها رو خونده همکاری میکنه که خیریت به وجود بیاره. عزیزان این نکته خیلی مهمیه. هر اتفاقی که میفته خیر نیست، هر اتفاقی که میفته خوب نیست. خیلی وقتا ما ایرانی‌ها مثلا ماشین پنچر میشه میگیم حتما یه خیریتی توش بود، حتما یه بلای بدتری سرمون میاد اگه ماشین پنچر نمیشد. من هیچ وقت اینو باور نداشتم و ندارم. هر اتفاقی خیر نیست، هر اتفاقی خوب نیست. فلسفه قدیمی بود، انگلیسی میگیم استویسیسم، رواقیون، من باید به ترجمه فارسیش نگاه میکردم، فلسفه رواقیون، هر اتفاقی که میفته خواست خداست پس ما تسلیمیم. و از انسان این دیدگاه، یک انسان منفعل، یک انسانی که فکر میکنه که دیگه به خدا که نمیشه اعتراض کرد، از هر اتفاقی خوبه، نیکوه، باید بپذیریم. این صحبت ایمان مسیحی نیست. ما باید بر ضد خیلی از اتفاقها بایستیم. خیلی از اتفاقها توی این دنیای گناه آلود، ظلم و ستم و گناه و مرگ، تاریکیه، علامتی از شکستگی این دنیاست که خدا میخواد با همکاری با ما ملکوتش رو، شفاش رو، آزادیش رو، نورش رو وارد این دنیای شکسته و گناه آلود بکنه. پس هر اتفاقی خیر نیست، هر اتفاقی خوب نیست، بلکه خدا میخواد با همکاری با کسایی رو که خونده، دعوت کرده به خودش، ازش یک نیکویی، از اون بدی به وجود بیاد، یه نتیجه، یک خیریت، یک زیبایی. یعنی چی تو دوران کرونا؟ وقتی که دکتر و پزشک و پرستار، وقتی که دانشمندی که میره دنبال پیدا کردن دوا و درمان،
و واکسن کرونا رو تحقیق میکنه که پیدا بشه. پزشک و پرستاری که به بیمارا رسیدگی میکنن، کسایی که دارن برای سازمانهای خیریه کار میکنن، قضا میدن، کسایی که دارن و هر نوعی یک نیکویی، یک عمل زیبایی، یک کار خیر و خوبی انجام میدن. این پیام رومیان 8:28 که خدا اینجاست، خدا اینجا داره همکاری میکنه. ویروس کرونا اراده خدا نیست، خواست خدا نیست. خدا این بلا رو سر ما نیاورده به خاطر اینکه خیلی از ما عصبانیه. نه، توی این دنیای شکسته نیت و دل خدا اینه که با همکاری با فرزنداش باعث رهایی و شفا باشه، همونطوری که مسیح جزامی رو شفا میده، همونطوری که مسیح گریه میکنه، به پدر دعا میکنه و الیازر رو زنده میکنه. این دعوت به من و توی در این دوران پندمیک، به جای اینکه بشینیم با حدس و گمان که حتما این تنبیه خداست واسه گناهان، حتما این روزهای آخر زمانه دیگه، هشدار خداست که بجنبید مردم توبه کنید، نه، الان بزرگترین علامت هشدار توبه و دعوت به توبه صلیب عیسی مسیح و قیام عیسی مسیح روی مرگ و گناه. این نوع اتفاقات هشدارها و دعوت هشدارهای خدا نیست. پیام توبه، دعوت به توبه، دعوت به برگشت به آغوش پدر، واضح ترین، بالاترینش، کامل ترینش در صلیب و قیام مسیح. و حالا دعوت مسیح به پیروانش اینه، به جای اینی که دست به سینه بشینیم و شروع کنیم محکوم کردن، داوری کردن، تجزیه تحلیل های الکی فلسفی و الهیاتی، با اعتماد به نیکوی این پدر وارد عمل بشیم و با خدا و روح خدا همکاری کنیم برای به وجود آوردن خیریت، نیکویی و زیبایی. این لب کلام پیامی بود که من میخواستم امروز به شما برسونم از کتاب انتی رایت. و نمیدونم، حالا بنده خیلی امروز پر حرفی کردم، کسی نخواست تماس بگیره، تو تماس برنامه زنده تماس بگیره، یا هنوز خیلی ها شاید خبر ندارم، بالاخره هفته اول این برنامه زنده است، شاید خیلی هم خجالت کشیدن بخوان زنگ بزنن. خلاصه به هر دلیلی نگید که من به شما وقت تماس ندادم. ما وقت تماس رو میذاریم و بیشترم میذاریم توی این برنامه که عزیزان بتونن با در این گفتگو شرکت کنن، ولی واقعا خوشحالم، از صمیم دل خوشحالم که میتونم مهمون خونه های شما باشم هر هفته چهارشنبه شب 7:30 هست به وقت تهران، و میخوایم با هم یک گفتگویی رو شروع بکنیم در جامعه ایرانی که ایمان مسیحی رو بتونیم بهتر، زیباتر، صحیح‌تر و عمیق‌تر درک کنیم و اون رو زندگی کنیم. مرسی که با من بودید. تا هفته آینده شما رو به دستای خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.